سلام و درود، حالتون چطوره بچه ها؟ چه خبر؟ ردیفین؟ چیکار میکنید؟ آقا ما رو نمیبینید؟ خوشین؟ خدایی میبینید؟ نیستم یوتیوب رو به آتیش بکشم، به آتیش. یه چند وقتی راستش میگم مهاجرت جدید پیش اومد، نبودم. خلاصه دوباره اومدم در خدمتتونم، پرکارتر دارم میام. اینم جای جدیدمه که حالا دارم درستش میکنم، این پشت رو درست بکنم، نورپردازیش یه ذره کار داره، آگوستی کنم صدا نپیچه، خلاصه که یه ذره کار داره دیگه. خب بریم سراغ داستان ویدیو. موضوع این ویدیومون چیه دیگه؟ همتون در جریان حواشی اون توتول و خانم قریشی هستیم، میدونید چه خبره، چی شده داستان. راستش من تو کتم نمیرم ویدیو نگیرم، چون من با اون آدم زندگی کردم و سهر خانومم سالهاست میشناسم، بیشتر از اون آدم میشناسم، فکر کنم 12-13 ساله. خب من سینما صدا بردار بودم، کارهای سینمایی زیادی میکردم، با هم همکاری زیاد داشتیم. با توتولم یه 4-5 سالی کار میکردیم، زندگی میکردیم و این داستانا. میخوام در رابطه با حرفای خانم قریشی اول بهتون بگم که 100% حرفاشون راسته. من راستا رو چرا اینجوری گفتم؟ ببینید، من اونجا به چشم دیده بودم که این توتول عوضی دخترها رو میزد، به جون مادرم به چشم دیده بودم، میزد با زور میگفت باید این کارو بکنی، با زور میگفت باید اون کارو بکنی. دختره مثلا فاصله 1 کیلومتری من رد میشد، دختره رو کتک میزد، آی تو خاصی با موری نمیدونم فلان بکنی. حالا با بقیه بچه هم این داستان رو داشت، با دوستای خودش، با رفیقای خودش، با تاتو آرتیستا، با همه این داستان رو داشت که دختره بغلش، مثلا یکی از دخترش از بغل یکی رد میشد، این داستان همیشه به وجود میومد، یه دعوایی میشد. و به چش دیدم، به جون مادرم به چش دیدم که این عوضیه بی همه چیز میزد. بعد خیلی از دخترها هستن فیلماشون اومده دیدین دیگه، چه میدونم حالا اسم نمیبرم، خیلی هاشون رو دیدین شما که اینا رو زندانی میکرده، کتک میزده، با سیم اوتو میزده، چه میدونم چاقو میآورد اینجوری سیم اوتو میبریده، بعد به همین داشته تیکه میکرده میزده. این اتفاقا رو به چشم دیدم. این خیلی حرومزاده است. ببینید، منطقی فکر کنید، یه دقیقه تعصب رو بذارید کنار، نیومدیم اینجا فوش خوار مادر بریم. من فقط اومدم بذار برینم تو دهن این توتول. یعنی فوش خوار مادر دیگه، سلطان فوش خوار مادرم خودم. این حرومزاده، خب اگر آدم خوبی باشه، یه نفر میاد دروغ میگه، دو نفر دروغ میگه، سه نفر دروغ میگه، آقا 50 نفر دروغ میگن، هر آدمی میره اونجا یه داستانی از توش در میاد. بعد این تاتالیتی‌ها بی همه چیز میان میریزن تو پیج یارو پشت خوار مادر میدن. نمیگن اون حرومزاده است که با اینا این کارا رو میکنه. خودم الان مثال میزنم، مثلا من اونجا بودم به ضررش بود یا به نفعش بود؟ یوتیوب انش 6000 دلار 6000 یورو درآمد داشت، من کردمش 50000 یورو، چون هر روز استوری، پست، عکس، ویدیو میشستم ادیت میکردم، هر روز این کارا رو میکردم. بعد این انهای طرفدارش میان به من میگن تو با این اومدی بالا، با چی اومدم بالا؟ اومدم بالا که تو ان منو بشناسی، بیا به من خوش خامده بدی، برو ریدم تو دهنت، بی همه چیز، بی شرف. چجوری میتونی بیای به من خوش خامده بدی؟ عکس پروفایلی که، فن پیجی که عکس این انو گذاشته، عکس رو من گرفتم، تو چجوری میتونی بیای به من خوش خامده بدی؟ رو اصلا روت میشه؟ این همه ویدیو، کنسپت، اینا رو همه رو من درست کردم، اگه من نبودم درست نمیشد، چون ریدمان بود، ریدمانا رو من جمع کردم، من. و چجوری میتونی بیای فوش بدی، فوش خواهر مادر بدی؟ اصلا پشمام ریخته واقعا، نمیدونم چی بگم. هی میای میگی اون دختر بده، این بده، اون بده، همه اونجا زحمت کشیدم. ببین، من اول این بحث خودم رو تمام بکنم، میره رو مخم اگه نگم، من 20 سال کارم اینه، زودتر از این انتر اومدم تو این کار. نیازی هم ندارم کسی منو بشناسه، 4 تا آدم درست حسابی منو میشناسن، از شادمرش بگیر، چه میدونم، خیلی ها، هر آرتیستی که فکرشو بکنی، از لس آنجلسی بگی تا این ور و اون ور و ایران و همه جا میشناسن منو. من نیازی نداشتم مردم منو بشناسن، عقده معروفیت نداشتم. هی میگی اومدی بالا نردبون توتول فلان، چه اومدنی بالا؟ اومدم بالا که تو ان منو بشناسی، بیا به من پاش خوار مادر بدی، توی بیشور بی همه چیز. کل دایرکت من شده فوش. البته 200-300 تا خیلی هم قربون صدقه میرن، خیلی هم میان میگن دمت گرم که میرینی به این توتول،
نمیدونم از توتال رفتی پیش پیشرو داری بنام فلان پیشرو رو میخوری. آقا عکس تو پیج من هست، من با پیشرو 8-9 سال رفیقم، الان داریم کار میکنیم، صد بار خواستیم کار کنیم، من نبودم، اون نبوده، قسمت نبوده، الان داریم کار میکنیم، چه ربطی داره؟ انگار مثلا من تا حالا آرتیست ندیدم همین یه نفر این ان دفتر نقاشی بوده شبیه کاسه توالت بی‌ناموس. حالا بریم سر بحث اولیه. بحث اولی این بود که این دخترها رو کتک میزنه و به زور میگه باید رو بدنم، بدنتون عکس منو بزنید، باید بیاد اینجا بزنی، اینجا بزنی، بزرگ بزنی، با زور به جون مادرم با زور میگه عکس ببین من اینجا سرم میخواستم عکسشو بزنم، میگه به تو میرسه، به تو اینجوری به تو میرسه، فلان میشه عکس منو بزنی، انرژی میگیری، برو ریدم تو اون انرژی، چه انرژی داری تو بی‌ناموس، فقط منفی، منفوری، کل دنیا از تو بدشون میاد، بی شرف، تو انی ان به خدا انی، اصلا من نمیدونم واقعا موزیکات یکی تخمیت از صدا در نمیاد، حرف نمیتونی بزنی، چه برسه بخونی، پشمام ریخته، انقدر که صدا در نمیاد موزیکات تخمیه ویو ان، میای تو میای حاشیه درست میکنی، فوش خار مادر میدی، دهنت که چاکو بس سره، بی ناموس، اون موقع که باید فوش خار مادر میدادی نمیدادی، الان اومدی به یه دختری که اصلا شرف داره به تو، تمام زندگی شرف داره به تو، حرومزاده بی شرف، چهار تا آدم درست حسابی دیده، با هزاران آدم درست حسابی کار کرده، بازیگر بوده، هزاران تجربه داره، تو چه انی هستی آخه؟ تمام موزیکا تخمی، صدا در نمیاد تو کنسرت، من که دیدم میشینید میکس و مستر میکنید، یه کاری نکنید اون بدون میکساشو بدن بیرون ببینن چقدر فالشی داری، هر روز داره بعد میای بهترین خواننده ایران، او یک تاریخی ایران نمبر 1، چونم بابا لاشی سگ، کنسرتت کنسل شده، دم اون خانم مینا گم، دم هر کی که کمک کرد کنسرتت کنسل بشه گم، من دستشون از همینجا میبوسم. شما اومدی چیکار کردی؟ ببین شما الان دیگه فکر میکنی زرنگی، اونایی که فکر میکنن زرنگم، فکر میکنن زرنگم به قول خود حرومزادت، شما اومدی یه ویدیو درست کردی، ببین خانم قریشی که تو ویدیوش چیزی نگو، گفت در شرایط انسانی تتو نزدم، همین تا فی خالدون سوخته نزده، به خاطر اینکه با کتک یکی رو میشینی اونجا تتو بزنه، به خاطر اینکه با زور یکی رو میشینی اونجا تتو بزنه، بی شرف حرومزاده، به خود من برگشت چی گفتی تو وجود نری سر صورتت تتو بزنی، کدوم بره این بره. ببین حالا من این تتو به هم میخوره، حالا بقیهش رو دوست دارم، اوکیه، با زور آدم ها رو میشونی، دخترها رو کتک میزنی، توی بیخایه ضعیف کشی، من به تو اومدم مسیج دادم، گوخودی کرده بودی، خواستی دسترازی کنی به ناموس من، اومدم بهت مسیج دادم، حروم زاده مجازی، تخم جن مجازی، پاشو بیا بیرون از خونت، مجازی نباش، نمیخوام ویدیو بدم بگی نردبون داره میره بالا، بیا بیرون ببینمت، نیومدی جوابمو ندی، بلاکم کردی، خواهشو نشی جوابمو بدی، اینقدر تو بی شرفی، به خدا قسم آخری ویدیویی که دارم درباره تو ان صحبت میکنم، یعنی اصلا داشتم میمردم اگه جوابتو نمیدادم، یعنی اصلا اینجام گیر میکرد، تو میدونم میبینی، میدونم اینقدر حرومزاده و پیگیری، پیج فیک داری، نمیدونم احسان چیچی یه دونه وعید داری، میای تو اینستا همه فوش مینویسی، چرت و پرت مینویسی تو تلگرام ها، اینا رو همه رو آمار تو دیگه، من که میدونم دیگه، ما اونجا تو کونه هم بودیم، من و تو فقط تو کونه هم دیگه بودیم، دارم ویدیو میگیرم اینا رو دارم اینجا میگم، به خدا واسه ویو میو هم نیست، من ریدم تو مانیتایز این ویدیو، مانیتایزش هم میبندم، فکر نکنی گوز پولی که میاد حرومزاده پول این در گپ لنز دوربین من هم نمیشه، بی شرف، بی ناموس، پول این اسپیکر هم نیست، این پولی که این ویدیوت میخواد بده پول این اسپیکر هم نیست، تمام ریاکشن هایی که به دفتم هم دیلیت کردم، پرایویت هم نکردم، چون کثیف میشد یوتیوبم، کثیف میشد، یک قرون پول هم در نیومد، چون تو حرومزاده کپی رایت داشتی، ما هم که درخواست نمیذاریم کپی رایت رو برداری، عشقی میرفتیم، آره باهاتم حال میکردیم، میومدم به قول بچه ها میگن آره خایمالی میکردی، آره خایمالی میکردم، تا اینکه اومدی دست درازی کردی به ناموس من حرومزاده، تا اینکه اومدی به رفیقای من چرت و پرت گفتی، دیگه اصلا
انم هم نیستی واقعا، انم هم نیستی قشنگ. من سیفون توالتو میزنم من تو پلی میشه، ریدم تو تمام اون حال بدید، ریدم تو تمام آهنگات همه. خدایا خلاصه این ویدیو رو دادم، دارم صحبت میکنم بهتون بگم که این چقدر حرومزاده است. اینقدر تعصبی رفتار نکنید. من برای این بیشرف خیلی زحمت کشیدم، من باهاش زندگی کردم. اگر میام چیزی میگم، دیدم که دارم میگم، به جون مادرم، به جون عزیزترین کسم این دخترها رو کتک میزنه، با زور میگه تتو بزنید. آقا من دیدم اینا رو به چشم، کسی هم که شاهد زنده اونجا بوده اینا رو همه رو به چشم دیده. دختر میره شکایت میکنه، مامور میبره، با پول میخرن مامورا رو، وکیل میگیرن، بالاخره یه حرکتی میزنن، دست و پاشم اینجوریه، گریه میکنه. اون موقع که گرفته بودنش یه ما تو بود، اینجوری بود، هر روز گریه میکرد. آخه چقدر تو بیشرفی، چقدر تو نمک به حرومی، چقدر تو واقعا، من اصلا نمیفهمم تو چی هستی، تو نطفه چند بار جلوت به خاندان تجاوز کردن که اینجوری شدی، اینجوری بار اومدی. من پشمام ریخته اصلا همچین چیزی واقعا. تو وجودت برای کره زمین مضره. نگاه کن آدم ها رو چجوری، طرفدارات رو چجوری تربیت کردی. منی که میام حرف راست و حق رو میزنم، یه کاری کردی بیان پش بدن که همشون حرف تو حرومزاده رو گوش بدن. هی میگن حرف حق رو میزنه، حرف فلان رو میزنه. چه حرف حقی؟ تو میای با آبروی یکی بازی میکنی. مثلا همین خانم قریشی، تو سینما رو ازش گرفتی، چرا میای به دروغ اونا رو میگی آخه؟ بیشرف، ما که میدونیم چه خبره، تو چه حرومزاده‌ای هستی. نمیذاشتی با یه تهیه کننده میخواست کار بگیره، آقا گوشی زنگ میخواد، بله آقای فلانی فلان پروژه هست میخواییم با هم دیگه کار بکنیم، بازی میکنی خانم قریشی، میومدی کامیونیتی میذاشی فوش میدادی، آی این دیگه از سینما باید بکشه بیرون، نمیدونم همه انرژیشو گرفتن. بابا حرومزاده، حرفای خودت یادت میره، میای به مردم میگی معتاد، میگی فلان معتاد بوده. چیزی که من به چشم دیدم و خواستی مهارم خراب بکنی، آبم نهی بودم، آب هست باز، خواستی مهارم خراب بکنی، اینو الان میگم، وایسی آبه رو من بخورم. من میدونم تو بیشرف چی هستی دیگه، میای اینو اونو خراب میکنی، اون معتاده، اون سیگاریه، این فلانه. داستان از چه قراره؟ تو دراغایی که میزنی، تریاک، گل، چه میدونم شیشه، کوک، مشروب، ترامادول، پرگابالین، اینا رو همه رو در روز میزنی. تلکافیات که یادت نرفته، یه لیوان لیوان انقدر نسکافه، بقیهش انقدر شیره رو میجوشوندی، چه میدونی که خود سلطان این کاری دیگه، عملی دیگه. خب خودت عمل خارمادری، هر روز اینا رو تلکافی تو داری میخوری، تریاکی تو میکشی، شیشه تو میزنی، گل تو میکشی، تو سالمی؟ همه معتادن، یه دختر سیگار میکشه معتاده، تو سالم دیگه، معلومه معتاد کیه. فیلمات موجوده، اینترپولی که روت بود تشویق جوانان به مواد مخدر بود. تو حرومزاده یه کاری کردی همه برن سمت گل و کوکو، چه میدونم اینجور چیزا. تو بیشرف، تو خیلی بیشرفی، خیلی بیشرفی واقعا، پشمام ریخته. بعد میای میگی فلانی سیگاریه معتاده، دختر نباید سیگار بکشه. 24 داری به زنا توهین میکنی، 24 تو کی هستی؟ سگ کی هستی؟ تو اصلا قابلیت سکس هم نداری، میدونی اینجوری که ما میدونیم دیگه، توان جنسی نداری انقدر که میکشی، یعنی ناتوانی جنسی داری. آقا دیگه همه میدونیم دیگه، ما اونجا بودیم میدونی دیگه، فقط جهی واقعا. اینجوری بهت بگم اصلا دست میزنی، اون فیلمه چی بود؟ امریکن پای بود چی بود؟ یارو دست میزدن که اینجوری میشد، تو هم همونی، یه ماده به دست میزنه اینجوری میشه، قشنگ میشی. چی میگی بابا؟ یه چیزی بگو با عقل جور در بیاد، تو خیلی حرومزاده ای واقعا، پشمام ریخته. اینقدر یه آدم بی شرف، دروغگو، بی همه چیز، بی آخه من نمیدونم واقعا. یه فیلم دیدم لایو گذاشته بودی، گفته بودی سلامتی اونجای ننم که همچین پسری انداخته، واقعا من ریدم تو اونجاش که این تخم حرومی مثل تو اومده اینجوری
اینقدر جوونا رو بدبخت کرده، بددهن کرده، دایرکت تو آدمو باز میکنی و اصلا همش فوش خارمادر، نمیدونم توتل فن توتل فلان، بسه دیگه، زشته دیگه. بابا تعصبی نباشید. شمایی که میای فوش میدی، فکر کن خواهر خودت دفته اونجا این بلا رو سر خواهر خودت آورده. شما خودتو بذار جای من، فکر کن به ناموس دست رازی کرده، باز میای اینجوری فوش میدی؟ دوست داری مردم بیان بهت فوش بدن؟ چقدر یه آدم میتونه بی شرف باشه آخه؟ چقدر دروغگو سگ باشه اینقدر بیاد یه سری اراجیف بگه جلوی دوربین؟ به خدا قسم به جون مادرم این آدمه رو من میشناسم. هی اومد نوشت لایکاش، دیدید که 1000 تا 500 تا لایکای کامیونیتیش ریده دیگه، ویو نداره که، ریده ریده، نه دیگه موزیک خوب داره، نه دیگه اصلا صدا گرفته، صدا سگ من از تو قشنگتر، خدا وکیلی بدون یه نوت فالش. من میگوزم الان از تو قشنگتر میگوزم، حداقل بالا پایی نمیشه، یه فالشی توش نمیبینی تو گوز من، به جون تو میگوزم قشنگ، نوتا سالم تر و تمیز. بعد کنسرت آلمانش، حالا اینو گفتم عقبتر بازم میگم، کنسل شد. خب نمیتونست بیاد یه ویدیو در رابطه با اون بده، فقط بگه کنسرتم کنسل شده که. اومد چیکار کرد؟ یه حاشیه‌ای درست کرد، 20 دقیقه ویدیو داده، 18 دقیقه‌شو برگشته چرتوپت گفته، کلی دروغ و اراجیف و نمیدونم معتاد بود و فلان، خودش خواست و فلان بود و که اصلا همش دروغه، دروغ خارمادره، به جون مادرم دروغه. آقا باور نکنید، این حرومزاده عادت شده با آبروی مردم بازی کنه. این فکر میکنه الان خیلی کار خفنی میکنه، همه دپرس میشن با هر کی این کارو بکنه. این وقتی میبینه یک نفر شروع به کار کرده، اگرم بشناستش میاد یه کاری میکنه اون آدم نتونه شروع بکنه، بخوره زمین، چون میترسه، میترسه یکی رو دستش بلند شه. حتی دیگه الان تو گوز سگه، الان ویوه من بیشتر از ویوه توتله، والا حرومزاده میاد این کارو میکنه، یه حاشیه درست بکنه که مابقی حرفاش دیده بشه، بگه آقا نه کنسرت رو ما کنسل کردیم، اونا کنسل نکردن، که در صورتی که تو حرفاش کلی سوتی بود. شما الان اومدی کنسرت ما رو کنسل کردی، کار خفنی کردی. بعد یه ذره فکر میکرد چون 20 دقیقه ویدیو گرفته بود نمیتونه سوتیشو جمع کنه از اول اون حرفا رو بزنه که. بعد میگه حالا فلان ما هم نخوردید که، ما خودمون کنسل کردیم، ولی شما فلانید، شما بیسارید. آقا کنسل کردن، من میدونم اون آدما رو، من میشناسم اون آدمایی که کنسل کردن رو، من میشناسم. از کجا میشناسم؟ من که اون تو بودم همشون اومدن خواستن کمک بکنن. حرومزاده تو همین الان بادگیر کنه، هیچکی تخمش هم ثابت نمیکنه بابا. خیلی بیشرفی، خیلی دروغ و پس و بیشرفی واقعا. تو یه آدم منفوری، یه آدمی که نه صدا داره اصلا، داغون، به خدا صدات مثل صدای گوز خره، قشنگ صدای گوز خر میدی، کلوف آهنگا تنظیمات تخمی، آهنگا تخمی، نخون دیگه بابا، برو تو اوج خدافزی کن، برو تو افق محو شو، اصلا چرا داری میخونی؟ به غیر از حاشیه دیگه چیزی دیگه ای نداری، به غیر از این که بیای فوش بدی. بابا به خدا من آیسان اسلامی رو نگاه کن، چقدر شیرین میاد صحبت میکنه، چهار تا راهنمایی میکنه، جنبه داره، پول داره، مثل تو گدا گشنه بدبخت نیست. تو پول منم ندادی که من بیخیالش شدم، همه فکر میکنن ما گرفتیم و ساکت شدیم. ندادی، ندادی 15% رو یوتیوب داشتم، ندادی پول موزیک ویدیوهاتو، ندادی تمام اون ادیتای کنسرتتو، ندادی. حرومزاده 1500 دلار کلا به من پول دادی، اونم 2 سال 3 سال پیش، که یه دوربین برم بخرم، دوربینمو خریدم 6000 یورو، تو 1500 دلارش داری که میشه 1300-400 یورو، حالا تو بگو اصلا 2000 یورو، من 6000 یورو دوربین خریدم، تو برای من دوربین خریدی حرومزاده، تو پول لنز دوربین منم نتونستی بدی، اون تایم پول نداشتی. خیلی بیشرفی، خدا وکیلی. نه یا اینقدر اراجیف بگو، دروغ بگو، بگو آقا من آدم دعیوسیم، من توتور آدم کسافتیم، این کارا رو با دخترها میکنم، با زور تتو میزنم، اتفاقا داریم کمک میکنیم به اون کسایی که عکس تو بیشرف رو زدن با اسید پاک بکنن دیگه. ما نمیگیم عکس، سنگ قبر، یادت نره عکس تو رو ما از این به بعد میگیم سنگ قبر. هر جا گفتیم سنگ قبر تو، من ندارم، من تو چیزی دیگه است، هر جا گفتیم سنگ قبر داریم پاک میکنیم، بدون عکس توه، به همه داریم کمک میکنیم، کسایی که زدن با زور براشون زدی و پاک بکنیم. خیلی هم هستن که زدن پاک کردن، خودت هم خوب میدونی.
آبادیشون اونجا گولشون زدی، مثلا جب بهشون دادی اکثر رو زدن یا با زور و کتک. با زور و کتک $30,000 پول تتا دادم، گوه خودی همش لاینه، از قصد خواستی لاین بزنی که طرف بدنش به فاک بره، بدنش به گاه بره قشنگ. تو اینقدر کسی، تو خود شیطانی، خود شیطان. یعنی این ویدیو رو نمیگرفتم آروم نمیگرفتم. و آخرین چیزیه که دارم دعوارت صحبت میکنم، تو کامنت ها هم دوباره ببینم بیادبیه، یه سری سند و مدک میارم رو میکنم که ببینید قضیه از چه قراره. من خیلی فیلم ها دارم ازش، دختر میزنه، لگد پرت میکنه، فلان، مواد میده، مواد زده، قرص داده، چجوری همه رو داره معتاد میکنه، با زور، با زور دهن اینجوری قلص میکنن تو دهن طرف، با زور. اینا رو من به چشم دیدم، فیلماش هم دارم توی همین گوشی، سجاده هم بکاپ گرفتم که داشته باشمش. اینقدر پس نباش، اینقدر حرومزاده نباش، تتلیتی ها اینقدر کثیف نباشید. من بهتون چیزی میگم، خیلی مؤدبانه گفتم آقا برید از کانال من بیرون نباشید، هی میاد فوش میدید، مجبور میکنید آدمو ویدیو بگیره که بیاد برینه بهتون. شما دارید تعصبی نگاه میکنید، دیگه نگاه نمیکنید ناموس یکی دیگه چقدر اذیت شده، چقدر فوش خورده، چجوری شده، اصلا پشمام ریخته. بچه این دیگه مش بچه 13 14 ساله، ما هم به یه برمون دایبتتون کردیم، حالا بیاد فوش بده خودتون رو بگایید، چون تلگرام پخش کنید، شماره من، شماره ترکیه من بود، تو میتون، من خودم پخشش کردم، پخشش کنید. شماره جدیدم اگه تونستید گیر بیارید که نمیتونید، هیچکی نداره. خلاصه که توتال خیلی بی‌ناموس و دروغگویی، خیلی کثیفی. خواستم این ویدیو رو بگیرم، کثافت بودن تو بگم، و بازم نیاز باشه بازم میام با مدک بیشتر حرف میزنم که کثافت بودن تو بیشتر ثابت بکنم. حتی خیلی منفورین 500 نفر 400 500 نفرن میان فوش میدن، بقیه طرفدارا دیگه به این رفتن موزیکو نگاه کن، مثلا تو کی موزیکای تخمی گسکش، مگه سگی اونجوری وا وا میکنی دکلمه وا وا میری؟ برو بابا ریدم تو تمام موزیکات، کنسرت کنسلیه به درد نخور، هیچ وقت نمیتونی یه کنسرت درست بذاری. تو برو تومون خودتو بکش بالا بابا، بس کش. تو اگه بیلزن بودی باغچه خودتو بیل میزدی، چه میدونی داستان نمیومدی بگیری رو این اون حاشیه درست بکنی. برو بپیچ به بازی آقا، نیازم باشه بازم ویدیو میگیرم. گو خور سگ به درد نخوره دروغگو. من نمیدونم تو چه کارمایی میخوای پس بدی واقعا، یا ات سه تا دختر رو کتک زدی، قلبشون رو شیکونی فرستادیشون رفتن فرودگاه، شب خودت قلبت گرفت یهو پریدی تو راپل من آوردمت پایین گذاشتم رو موب، ناموسن یادته گفتی کارمای اونو دارم پس میدم. حالا حساب کن فعلا کارمای آنچنانی پس ندی. خب دروغ میگم، بیا بگو دروغ میگی یا حروم زاده. اینا رو من به چشم دیدم، به چشمای خودم دیدم. حالا حساب کن این همه آدم یهو کارماش میخواد چجوری بگادت، امیدوارم خدا بهت رحم بکنه. بچه دمتون گرم، ویدیو رو دیدید، اگر نیاز باشه دوباره هم ویدیو میگیرم. شب روزتون خوش.